سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم که در آمازون AWS یا همون سیستم کلاود AWS از شرکت آمازون با همدیگه یک سرور داخلی پسورد منیجر برای سازمانمون ایجاد کنیم. پلتفرمی که میخوایم ازش استفاده کنیم پلتفرم پسبولت هست که یکی از مشهورترین پسورد منیجر های سازمانی که وجود داره و AMIش به صورت آماده توی آمازون AWS موجود هستش. برای کسایی که نمیدونن AMI چیه، شما وقتی که وارد کنسول AWS Management Console میشید سرویس های متفاوتی رو دارید. سرویسی که در نهایت ما توی این جلسه ازش استفاده میکنیم سرویس EC2 هست. توی سرویس EC2 که وارد بشید ماشین های مجازی شما رو یا اینستنس های شما رو به شما نشون میده که الان من هیچ اینستنسی در حالت رانینگ ندارم. تعداد اینستنس های ران شده من صفر هستش. این ماشین های مجازی میتونن از طریق ایمیج ها ایجاد بشن. ایمیج ها سیستم عامل های از قبل نصب شده هستن که روشون همه نرم افزار های مورد نیازی که برای یک کار خاص شما نیاز دارید نصب شده و اونها رو به صورت یک ایمیج در آوردن و اون ایمیج رو در اختیار شما قرار میذارن که توی قسمت ایمیجز، قسمت AMIs میتونید ایمیج هایی که دارید رو مشاهده کنید. من الان چرا توی قسمت AMIs هم هیچ ایمیجی مشاهده نمی کنم؟ چون کلا من هیچ اینستنسی نداشتم که ازش ایمیجی تهیه کرده باشم. در واقع ایمیج ها میتونن نقش بکاپ ماشین مجازی ما رو هم ایفا کنن. حالا توی AWS یه چیزی وجود داره به اسم AMI کاتالوگ که یه سری ایمیج های آماده و استاندارد توسط شرکت ها و کمپانی های بزرگ سراسر دنیا هستن که از جمله کمپانی هایی که یک ایمیج استاندارد رو اومده تولید کرده که ما بتونیم به راحتی پیاده سازیش کنیم بدون نیاز به درگیر شدن با پیچیدگی های خیلی زیاد نصب و راه اندازی و کارمون رو سریعتر پیش ببریم، ایمیج مربوط به همین اپلیکیشن پسورد منیجر پسبولت هستش. خب من برای اینکه بتونم این ایمیج رو پیدا کنم کاری که کردم خیلی راحت و ساده، اومدم توی کنسولم توی کادر سرچ بالا کلمه پسبولت رو سرچ کردم. کلمه پسبولت رو که سرچ کردم یه سری گزینه‌ها رو به من پیشنهاد داده. توی قسمت مارکت پلیس پسبولت کامیونیتی ادیشن AMI روی این کلیک کردم. جز فری تیر هستش، یعنی در حالت عادی پولی از من کم نمی کنه. این صفحه برای من باز شده، Fasthold Community Edition AMI. خب گزینه خیلی مهم این که اینجا برای من پرایسش رو زده، قیمتش رو زده، 46 هزارم دلار در ساعت هستش که قیمت ماهیانش میشه چیزی حدود $30 یا $40 در ماه. البته من نمیخوام این رو انتخاب کنم چون این پسبولت کامیونیتی ادیشن به نظر من نیازی نداره که حتما روی اینستنس از ما T2 مدیوم نصب بشه. اینجا میبینید که قیمت اینستنس های دیگر رو زده، مثلا به نظر من همین T2 نانو هم کافی هستش که ساعتی 6000 دلار هستش و خیلی مناسب تره به نظر من برای این. اگر که شما تعداد یوزرهایی که میخواد از پسورد استفاده کنید تعدادشون کم هست، مثلا زیر 50 نفر هستن و شرکتتون شرکت کوچیکیه، اگر که تعداد یوزرهاتون خیلی زیاد هست همون وندور ریکامندد رو انتخاب کنید که T2 مدیوم هست و ماهیانه چیزی در حدود $30 قیمت پردازش ماشین مجازیتون میشه. دقت داشته باشید که این پول نرم افزار نیستش، نرم افزار پسورد نسخه کامیونیتی ادیشنش کاملا رایگان هستش و یه نسخه متن بازه که روی سیستم عامل دبیان 10 هم داره پیاده سازی میشه. آخرین ورژنش ورژن 3.1 که خیلی جدید فکر کنم اومده، من دیروز نصب کردم یه جایی ورژن 3.9 رو نصب کردم، ورژن 3.10 جدید اومده و یه سری اطلاعات دیگه از جمله کاستومر ریویوز، یعنی کسایی که
این سرویس رو استفاده کردن براشون چطور بوده این نرم افزار و چه مقدار ستاره دادن. خب من اینجا نباید نوع ماشینم رو انتخاب کنم، یعنی اینجا این کادری که وجود داره فقط برای استیمیتینگ هست، برای تخمین زدن هزینه هست. حالا بستگی به ریژنی که شما انتخاب میکنید ممکنه هزینش هم متفاوت باشه. من اینجا continue to subscribe میزنم. وقتی که subscribe میزنیم در واقع ما مشترک این محصولی میشیم که شرکت پسبولت ارائه کرده. continue to subscribe و مراحل رو بریم جلو ببینیم چیه. وقتی داریم از مارکت پلیس یه ایمیجی رو تهیه میکنیم و میخوایم ازش استفاده کنیم، اولین مرحله که وجود داره اینه که باید ترم های اون آمازون رو در رابطه با استفاده از این نرم افزار اکسپت کنیم. من روی اکسپت ترمز کلیک میکنم، یه مقدار طول میکشه، ریکوست میزنه برای من که من این رو اکسپت کردم و صبر میکنه تا یه جواب تایید از حالا اون سرور مرکزی که دارن بگیره. این User License Agreementش هم شامل یه چیزاییه و ببینید که ایمیلش هم همزمان برای من اومد و توی ایمیلش به من گفته که تو این رو الان اکسپت کردی و مواردی که وجود داره در رابطه با این اکسپتنست چیا هستن. خب همچنان این روی حالت پندینگه. من برای اینکه مطمئن بشم یه بارم رفرش میکنم، چون بعضی وقتا کند هست این صفحه وب آمازون. New offer accepted. یه ایمیل برای من اومد که new offer accepted. Expiration date نداره چون این open source هستش. Effective dateش از همین امروزه، 10 فوریه 2023. Show details هم که داره و گفته که توی هر ماشین مجازی که این رو ران کنی قیمت این نرم افزار $0 در ماه خواهد بود. فقط قیمت نرم افزار، قیمت ماشین مجازی رو نمیگه. ماشین مجازی حتما از شما هزینه کم خواهد کرد. دکمه continue to configuration رو میزنم که بتونم ماشین مجازیم رو تنظیم کنم. خب میگم که به من یه دونه ماشین، یه دونه ایمیج 64 بیتی بده، ورژن 3.10 رو که همین امروز ریلیز شده رو به من بده. ریژنش همین ریژنی که خودت داری پیشنهاد میدی، ویرجینیا، و سایر مواردش هم که خیلی در اختیار من نیست. continue to launch رو میزنم. و اینجا یه سری اختیارات دیگه دارم. مثلا قسمت choose action میگم که launch from website. website منظورش همین صفحه که ما داره میبینیم. من میتونستم launch through EC2 هم انتخاب کنم، میرفت وارد ویزارد راه اندازی ماشین مجازی یا همون instance توی داشبورد EC2 میشد، ولی خب از همینجا راحت تره. من 4 گیگرم واقعا نمیخوام با دوتا CPU به این اختصاص بدم. همین T2 نانو 512 مگابایت رم با یه دونه هسته CPU برای من واقعا کافیه برای این پسورد منیجرم. و یه دونه VPC باید داشته باشیم که VPC همون نقش سویچ ما رو داره. تنها سویچی که من الان دارم تو اینفراستراکچرم همین سویچی که موجود هست و میتونستم از همینجا یه دونه VPC برای خاص این ماشین یا این اینستنس ایجاد کنم که من نیازی ندارم. سابنت هم میتونم انتخاب کنم تو کدوم سابنت باشه، کدوم منطقه باشه سابنت هم، که من همین سابنتی رو که خودش دیفالت داره انتخاب میکنم. و یه سکیوریتی گروپ میتونم بهش اختصاص بدم. من میگم که یه دونه بر اساس پیشنهاداتی که خود پسپورت داده یه دونه سکیوریتی گروپ برای من بساز. وقتی که کلیک میکنم میگه به سکیوریتی گروپت اس بده. مثلا من اسمشو میذارم پسپورت
بعد دیسکریپشنشو میذارم مثلا recommended by passport. لحظه گوشیمو رو سایلنت بذارم که اذیتتون نکنه. خب ریکامندت خود شرکت پاسپورت اینه که سکیوریتی گروپی که به این ماشین مجازی اختصاص داده میشه سکیوریتی گروپی باشه که تعیین کنه که از همه جا بتونن بهش SSH بزنن روی پورت 22، پورت HTTPش باید باز باشه برای همه و پورت HTTPSش هم باید باز باشه. روی سیف کلیک میکنم و این سکیوریتی گروپ پاسپورت ایجاد میشه و اختصاص داده میشه به این اینستنس یا ماشین مجازی. یه کیپر هم براش در نظر میگیرم، میتونم کیپر جدید ایجاد کنم. کیپر برای لاگین شدن به ماشین مجازیمون هستش. میتونم کیپر جدید در نظر بگیرم، میتونم از همون کیپر قبلی که قبلا من روی سرویس AWS آمازونم ساخته بودم استفاده کنم. روی لانچ کلیک میکنم و به من تبریک میگه و میگه که داره دیپلوی میشه یا دیپلوی شده. حالا باید بریم توی ایزی تو کنسولمون ببینیم که دیپلوی شده یا نه. قبلش من اینجا روی یوزج اینستراکشن کلیک میکنم و این لینک رو باز میکنم توی تب دیگه، چون این لینک برای من برای ادامه کارم به درد میخوره. و چوز اکشن رو نمیزنم چون میخوام اینجا روی EC2 کنسول کلیک کنم، میرم وارد EC2 کنسول میشم. خب بله، ماشین من ران شده، در حالت رانینگ هستش. اینستنس تایپش همونطور که من گفتم T2 نانو هستش، داره اینیشیالایزینگ میشه. و اولین کاری که میکنم اینجا یه دونه اسم میذارم که عنوان نیمش باشه که بعدا بتونم راحت تر از بین ماشین های دیگه هم پیداش کنم و تشخیصش بدم. IP پابلیکی که بهش اختصاص داده شده رو اینجا به من نشون میده. IP پرایویتی که اختصاص داده شده بابت این IP پابلیک داره از من هزینه کم میکنه، باید بدونید این رو. و برای ماشین T2 نانو هزینه ماهیانه یه چیزی در حدود حد اکثرش ماهیانه 6-7 دلار هستش. و یه بار دیگه من اینو رفرشش میکنم که ببینم اسارت اینیشیالایزینگ در میاد یا نه. همچنان روی حالت اینیشیالایزینگ. خب تا این از حالت اینیشیالایزینگ در بیاد من به شما نشون بدم که چجور میتونیم به ماشین مجازیمون کانکت بشیم. خب من از EC2 instance connect میخوام استفاده کنم. روی connect کلیک میکنم و سعی میکنه که یه کنسول برای من باز کنه و یه connection establish کنه. خب همچنان کانکت نمیشه، فکر میکنم که داره سرور رو هنوز راه اندازی میکنه. میتونستم البته از SSH کلاینت هم استفاده کنم و مستقیم کانکت بشم. ببینیم که توی حالت اینیشیالایزینگ هستش همچنان. خب من برای اینکه ویدیو طولانی نشه و وقت شما هم گرفته نشه پازش میکنم. خب ماشینم از اون حالت بیرون اومد، یعنی از حالت اینیشیالایزینگ بیرون اومد و الان توی استاتوس چکش شما میبینید که دوتا چک مهمش پس شده. من تصمیم گرفتم که از، یعنی در واقع نشد از طریق EC2 Instance Connect استفاده کنم و از SSH Clientش میخوام استفاده کنم. اینجا از
اپلیکیشن موبا اکسترم استفاده میکنم من معمولا برای SSH زدن، و تنها کاری که باید بکنم باید کیمو به یعنی از IP پابلیکش استفاده کنم. اینجا یه دونه سشن من میام ایجاد میکنم، نیو سشن، و توی قسمت SSH میرم IP پابلیک همو برمیدارم و اینجا IP پابلیک همو پیست میکنم. یوزرنیم همو ادمین بزنید، هرچند که یوزر روت هم میتونید استفاده کنید، ولی توصیه خود پسورد اینه که اولین بار با یعنی همیشه با ادمین لاگین کنید. توی قسمت Advanced SSH Settings میام میزنم Use Private Key و پرایوت کیمو که احتمالا خب در اختیار دارید خودتون بهش میدم. و میبینید که لاگین شد به ماشین مجازی. خب حالا میرم سراغ راهنماش ببینم که راهنماش چی گفته به من. از خود هلپ پس بولت استفاده میکنم. این همین مراحلیه که من براتون توضیح دادم توی ویدیو، و قسمت مهمش اینه که من قبل از اینکه برم وارد کانفیگوریشن پس بولت بشم باید SSL روش نصب کنم، چون خب یه پسورد منیجر هست، بدون SSL اصلا معنی نمیده که من بخوام پسوردامو بین سیستم و سرور پسورد جابجا کنم. پس من یه SSL رایگان برم ببینم که چطور میتونم روش نصب کنم. خب برای اینکه SSL نصب کنیم باید NGINX رو کانفیگوریشن فایلش رو تغییر بدیم. چیکار میکنیم؟ میریم توی این مسیری که اینجا گفته و توی یکی از خطاش این عبارت قرار داره، توی این عبارت جای آندرلاینش باید DNS رکوردمونو که مربوط به دامینی هست که میخوایم به اپلیکیشن پسپورتمون اختصاص بدیم رو قرار بدیم. خب من میرم توی جایی که میتونم دامینی که دارم رو ای رکوردش رو تغییر بدم، مثلا هاستینگ من WPMU-dev هست، حالا هاستینگ شما میتونه هر چیز دیگه باشه. البته ببخشید از این دامین من نمیخواستم استفاده کنم، از دامین نیمچیپ استفاده میکنم. میرم توی قسمت باید لاگین کنم، میرم توی قسمت دامین لیست، دامین بیتجو رو انتخاب میکنم، روی منیج کلیک میکنم، وارد تنظیمات DNS میشم. و حالا این دامین رو من نمیتونم استفاده کنم الان چون تنظیمات DNSش یادم نیست چی هست. فرق نداره چه دامینی میخواید استفاده کنید، من یه دامین دیگر رو انتخاب میکنم اینجا، مثلا دامین شهوت.art، به منیج کلیک میکنم، Advanced DNS و حالا بستگی به اون هاستی که دارید و اون جایی که دارید متفاوت سیستمش، من اینجا باید یه دونه ایر رکورد اد کنم، میگم که ایر رکورد من و
بر فرض مثال پس بولد هستش و IP پابلیکی هستش که در نظر گرفتم. این IP پابلیکی که خود آمازون به من داده و فکر میکنم که اگه بریم وارد ابزار دیگه گوگل بشیم، و passport.shahwat.com رو shahwat.ir ببخشید رو بزنیم، بله ریزالف میشه به همین IP که من اینجا دادم، یعنی تنظیمات درست هستش. حالا که از تنظیمات مطمئن شدم، برمیگردم و این کاری که اینجا گفته رو انجام میدم. این مسیر رو کپی میکنم، وارد ما با اکسترمن میشم، سودو نانو پیست. خب میبینید که این خطی که گفته این همینجا سرور underline name هستش. سرور underline name رو underlineش رو پاک میکنم، مینویسم پس bolt.shahwat.art، کنترل X میزنم، Y رو میزنم که سیف بشه و خارج میشم. حالا ببینیم که ادامه راهنماش چی گفته. حالا گفته که ریکانفیگور کنید با این کامند، بیاید سرورتون رو ریکانفیگور کنید. کامند رو کپی میکنم، اینجا پیستش میکنم، اینتر میزنم. خب میگه که میخوای که از ماریا دی بی استفاده کنی؟ میگم که نه. میگه که میخوای NGINX رو کانفیگوریشن کنی؟ میگم که بله. رو چه حالتی؟ میگم که اوتو. و یک بار دیگه دامین نیم من رو میپرسه، passport.shahwat.art، و یه ایمیل وارد میکنم اینجا، سعی میکنه که SSL رو برای من نصب کنه. بله ساکسسفولی اینیبل، SSL برای من نصب شد و من از این دامین میتونم استفاده کنم و به پنل پسورد منیجرم دسترسی داشته باشم. گت استارتد رو کلیک میکنیم، SSL enabled، GPG کانفیگور شده correctly، environment هم correctly کانفیگور شده. روی start configuration کلیک میکنم و MySQL رو روی همین حالتی که هست قرار میدم، این تنظیماتش رو میذارم دیفالت باشه برای دیتابیس هم. روی next کلیک میکنم، یه نیم سرور برای سازمانم در نظر میگیرم، مثلا همون پسپورت، و یه ایمیل ادمینستریشن بهش میدم. کامنت هم نیاز نداره، روی نکست کلیک میکنم. ببخشید، سندر نیم رو مثلا میزنم نوید، سندر ایمیل رو میزنم نوید، ایمیل خودم رو میزنم دوباره، و یه دونه سرور SMTP نیاز داریم. من ببینم که من میتونم، عادت منطقی نیست که اجازه بده و نکس بزنم و اجازه هم نمیده.
خب بریم ببینیم که از کجا میتونیم SMTP سرور به دست بیاریم. شاید بتونیم از SendGrid به صورت رایگان استفاده کنیم. میدونیم که SendGrid یکی از معروفترین SMTP سرورهایی که موجود هستش. رو ساینین کلیک میکنم. از قبل اگه اکانت ندارید باید اکانت ساخته باشید روی SendGrid. من فکر میکنم که اکانت دارم و دارم که پسوردش درست یادم باشه. پسورد میزنم. پسوردم رو ریست کنم. یا یعنی اینکه اگر اکانت نداشته باشید میتونید ساین اپ بزنید و ثبت نام کنید. حالا من چون تا جایی که یادمه اکانت دارم. ریست پسورد رو کلیک میکنیم. اگه میدونستم ویدیو رو پاز میکردم. حالا شما میتونید یک دقیقه حدودا بزنید جلو. یه پسورد جدید براش در نظر میگیرم. خودتون باید حد اول 16 تا کاراکتر داشته باشه. و نباید یه چیز تکراری توش وجود داشته باشه. من ببینم که این به من پسورد پیشنهاد میده. اوکی. اونم نمیدونیم. چون که بالاخره جلو رفت. خب وارد SendGrid میشم. توی SendGrid مرحله تو استپ اتنتیکیشنش هم رد کنم. یا در واقع ستاپ تو استپ اتنتیکیشنش رو ربات نیستم. get started کن و از SMS استفاده کن مثلا. شماره تلفنم رو بهش میدم. کد 163227. گو تو لاگین. یه بار دیگه سعی میکنم لاگین کنم. یه کد دیگه بهم میده. 415 507 4.
بیایم وارد ایمیل API بشیم توی Dynamic Templates. یا Integration Guide بذاریم ببینم که کدوم بود. آره توی Integration Guide روی SMTP Relay کلیک میکنیم، Choose رو میزنیم. یه S برای API کیمون انتخاب میکنیم، Create Key رو میزنم، این کی رو کپی میکنم، این میشه یوزرنیم من و در واقع نه ببخشید، این میشه پسورد من و میام توی این قسمت تو کانفیگوریشن پسورد هاستم رو همین هاستی که اینجا SendGrid به من ارائه داده میزنم، smtp.sendgrid.net، کپی پیست، میگم که بله از TLS حتما میخوام استفاده کنم، پورت SendGridم 587 و یوزرنیم من وقتی از SendGrid استفاده میکنم API کیه همیشه، بذارید برای اینکه مطمئن بشم، بله یوزرنیم API کیه و پسوردم هم همین کد API که ایجاد شده، پسورد رو وارد میکنم و یه ایمیل تستم مثلا سن میکنم. سنم به جیمیل هم یه دونه ایمیل کنم، به خاطر اینه که اینجا هنوز سیتینگم رو آپدیت ندارم که کردم. یه بار دیگه تستش میکنم. حدس میزنم که درست باشه اینجا. شاید این کی رو اشتباه من وارد کردم، یک بار دیگه این رو کپی میکنم، بله کی رو من اشتباه وارد کردم. خب فقط میگه که داره درست کار میکنه، فقط به من میگه که ایمیل سندرت با ایمیلی که اینجا وارد کردی یکی نیستش. من میگم اوکی اشکال نداره، نکست بزن و از اون قبول میکنه که نکست بزنه و یه نفر رو به عنوان ادمین انتخاب میکنم، میگم که ایمیل ادمین چی باشه. روی نکست کلیک میکنم و وارد مرحله اینستالیشن میشم. بالاخره ساکسیسفولی خیلی زود اینستال میشه و میبینید که الان شما روی دامین password.chahwat.ir بهتون پیشنهاد میده، میگه که حتما باید پلاگینش رو نصب کنیم. من پلاگینش رو نصب میکنم روی فایرفاکسم. وقتی که پلاگین رو نصب میکنم یک پسورد به ما باید بذاریم برای کل استفاده از پلاگینمون، مثلا یک پسورد در نظر میگیرم خدا رو خوش بیاد و یه ریکاوری کی که فکر میکنم باید دانلودش میکردم، متاسفانه زدم اون اکس. شما دانلود کنید حتما ریکاوری کیتون رو و سفید هستش. مثلا اینجا میتونید انتخاب کنید که چه رنگی رو به شما نشون بده وقتی که میخواید پسورد بزنید، برای اینه که از فیشینگ جلوگیری بشه. مثلا یه جای اشتباهی شما پسوردتون رو توی کادر مربوط به هکر وارد نکنید، اطلاعاتی که فقط شما در اختیارش دارید. نمیزنم زرد باشه، مثلا RID next
و وارد سرور پسورتمون میشیم. توی قسمت یوزرز میتونید یوزر کرییت کنید به صورت نامحدود هر تعدادی که بخواید، چون دیگه این سرور کاملا متعلق به شماست. تو قسمت پسورد پسوردهای خودتون رو میبینید. اگر که من یه پسورد کرییت کنم، مثلا پسورد تست برای یو آر ال، مثلا password.shahvat.art، مثلا میگم که یوزرنیم نوید پسوردش مثلا این هستش. خب این رو create میکنم. یکی از خوبی هایی که داره اینه که باید یک بار هم اینو وارد کنم که اجازه بده سیوش کنم. مدت زمان بیشتری اینو داشته باش. یکی از خوبی هایی که داره، من میتونم این رو شیرش کنم، روش کلیک کنم و شیرش کنم و یه ایمیل وارد کنم و این پسورد رو با اون ایمیلی که من وارد میکنم، اگر یوزر داشته باشه اینجا، اگه من براش یوزر ساخته باشم تو قسمت یوزرز، شیر میکنه و به پنل اون شخص اضافه میشه. حالا خود استفاده از پسورد خیلی بحثش مفصل تر از این چیزی که گفتم و خیلی تنظیمات تو قسمت ادمینستریشنش داره. من سعی میکنم که اگه این ویدیو مورد توجه قرار گرفت، بعدا یه ویدیو هم راجع به خود کانفیگوریشن بعد از نصب پسورد ضبط کنم. یه سری تاخیرات داشتیم تو ویدیو به خاطر اینکه من آمادگی نداشتم برای ضبط ویدیو، ریست پسورد سرنگریت بود و این چیزا، ولی فکر میکنم که خوب شد. در نهایت شما هم یاد گرفتید که چطوری خیلی راحت میتونید از سرنگریت استفاده کنید، در خلالش یاد گرفتید که چطوری میتونید رکوردتون رو به راحتی بسازید و چطوری میتونید چکش کنید با ابزار دیگه گوگل، و استفاده از مارکت پلیس آمازون AWS رو یاد گرفتید و خیلی چیزهای دیگه. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.